سلام، وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. متشکرم. من هم تسلیت عرض میکنم شهادت این بانوی بزرگ جهان تشیع و اسلام رو و به تنها گل هستی وجود عرض تسلیت دارم. انشاءالله که قلب مقدس ایشون و حضرت بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها با مژده رفع موانع ظهور شاد بگرداند. خداوند در خدمتون هستم. سلامت باشین. بینندگان و همراهان گرامی، اونهایی که بحث دیشب ما رو ندیدن و دوست دارن در حال و هوای بحث قرار بگیرن، خلاصه آماده کردن دوستان من در پخش شبکه جهانی بیت العباس، اون رو با هم ببینیم و برگردیم و ادامه مبحث رو با هم دیگه پیگیری میکنیم. توانی که امشب مورد بحث هست توان علمیه، یعنی بدون شناخت دقیق فرزندانمون نمیتوانیم امر تربیت رو تسهیل فرض کنیم، ساده فرض بکنیم. اگر بخواهم اهم این مطالب رو راجع به این مطلب عرض کنم، چند نکته هست. یک، تحقیقات نشون داده که یک عامل مهم مشکلات ما با بچه هامون عدم شناخت دقیق اونهاست. شناخت یعنی یک نیاز جسمانی، چه نیازهای جسمانی بچه هامون دارن؟ دو، نیازهای عاطفی بچه ها، نیازهای روانی بچه ها، نیازهای اجتماعی بچه ها و نیازهای معنوی بچه ها. خب آقا چی کار کنیم به طور کاربردی؟ برای شناخت اولین کاری که میکنید یک اصلاح دیده. با این حال که مهمان ما هستن، به دعوت ما به دنیا اومدن، امانات الهی دست ما هستن، کلیدهای ما هستن برای بهشت، ولی ما مالکشون نیستیم. نکنه به خاطر دنیای بچه ها آخرت خودمون خراب کنیم. یا ملاین فعمالون ولا بنون الا من اتى الله. به چی؟ به کیف پر از پول؟ نه، به بچه های خوب نه، الا به قلب سلیم. دو، امنیت روانی خیلی خیلی به مراتب مهمه. یعنی چی؟ یعنی جو خونه باید شاداب، بشاش و با تراوت باشه. امنیت روانی یعنی آقا و خانم به هر دلیلی اختلاف دارید، لطفاً جلوی بچه ها متوقف کنید. در فرایند رشد هر انسان، نوجوانی به تعبیر قرآن از اشد دوران است. این شرایط سنی عمدتاً نوجوانان ما نصیحت پذیر نیستند، انتقاد پذیر نیستند، مقایسه پذیر نیستند. سن چیه؟ سن رفاقته، سن دوستیه، سن مشورته. میگن آقا این شرایط سنیست، او به کسی نیاز دارد که سه تا ویژگی داشته باشه: پرستار، مطلع و دوست. و چی؟ دوست. پرستار، مطلع و دلسوزه. بچه های ما کارنامه رفتاری ما هستند، اخلاقی ما هستند. سپاسگزارم که شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام رو برای تماشا انتخاب کردین، همینطور که در خلاصه برنامه دیدین و بحث توان علمی رو جناب دکتر قوی دل بیان فرمودن و امروز آخرین توان رو قراره به ما معرفی بکنن، که من پیشاپیش بگم که بر اساس دستبندی که روزهای گذشته ایشون فرموده بودن، من تقلب میکنم و توان معنوی رو خدمت شما معرفی میکنم. در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک بجوامع السلام یا حجت الله، اشهد ان کلامکم نور و امرکم رشد. الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد.
در ادامه بحث توان تربیت در عصر غیبت امام علیه السلام یا هزاره سوم، نکاتی رو گفتیم که خوشبختانه خلاصش هم پخش شد. اجازه بدید قبل از اینکه به توان معنوی بپردازم، چند تا راه کار و کلیدهای اساسی در ارتباط با نوجوان و کودک رو عرض کنم. خیلی هم که میتونه خیلی خیلی کمک بکنه و در واقع میشه گفت یک پاسخ کلی به خیلی از خانواده‌هایی هستن که مشتاقم بگن با اینا چیکار باید کرد. چون اتفاقا سوالاتی هم داشتیم در رابطه با نوجوانان و خردسالان. همینطور. چشم. بعد انشالله به توان معنوی هم میپرسیم. ببینید، بهترین و کم هزینه ترین و ساده ترین راهکارها اینه، چند تا اصله. یک، بر اعصاب خودتون مسلط باشید. من بحثش رو کردم، تکرار نمی کنم. دو، که خیلی خیلی مهمه، شناخت بود، توضیح دادم، تکرار نمی کنم. دانش افزایی خودتون رو با کتاب و خوشبختانه برنامه های بسیار مفید تغذیه های علمی و دانش افزایی هایی که از صدا و سیما و از خود این شبکه پخش میشه استفاده کنید. سومین کاری که میکنید و خیلی خیلی مهمه، جاذبه های خودتون رو برای بچه ها قوی بکنید. این خیلی مهمه. تقویت جاذبه یعنی چطور؟ توضیح میدم. ببینید، ما در ارتباط با بچه ها پنج شیش تا جاذبه داریم. باور بفرمایید، اگر این جاذبه ها رو قوی کنیم، بچه های من سراغ چیزهای غیر طبیعی نمی روند. یعنی چی؟ ببینید، مثال براتون بزنم. ما الان موبایل دپندنسی رو داریم، وابستگی بیش از حد به موبایل. بله. یا اعتیاد نوین داریم، یا نت، یا گیم. بله. یا بعضا تلویزیون کمتر شده، ولی با این حال هست. چرا؟ هم موبایل، تلویزیون. چرا؟ چون جاذبه های من پدر و من شمای مادر نوعی صفر، یعنی شده میگه پدر مادر یخچالی. حالا اگر ما این جاذبه ها رو قوی بکنیم، بچه ها کمتر به سراغ اونها میرن. چه جاذبه هایی داریم با توجه به وقت؟ یک، اولین جاذبه همون قیافه همونه. به من نگاه کنید، شاداب و بشاش باشید. ببینید، غربی ها میگن صورت هر انسان دکور شخصیتی اوست. صورت هر انسان چیه؟ دکور شخصیتی اوست. در ادبیات شیعی ما داریم که پیامبر خدا میفرماید مؤمن کسی است که حزنش در قلبش و شادش در وجهش. توجه دارید؟ حالا همینو تو زندگی پیاده کن، ببین چقدر بچه ها خوشحال میشن. خانه یک کانون آرام بخشی است. خونه های ما آسایش داریم ولی آرامش نداریم. کل جهان الان فکر کنم اینطور هست. کل جهان بله، ولی خانواده هایی که اساسی ترین و اصولی ترین بنیاد خانواده هست، متاسفانه آرامش نیست. به طور کاربردی چیکار کنیم؟ خانم و آقا، لطفاً اگر آقای محترم سر کار هستی، قبل از ورود به خونه کیف مشکلات تو بذار بیرون. سلام عزیزم، سلام پسرم، سلام دخترم، شادم. شما خانم 10 دقیقه مونده به بچت بیاد و یا شوهرت بیاد، لطفا هر کاری داری بذار کنار. آرایش مادرانه اگه فرزند دارید، بله، همه چیزو بذار کنار، با لبخند سلام عزیزم. شما هم کیف خبرهای بد، سینجین ها، تهمت ها، تحکم، بازپرسی های از شوهرت و بچه تو بذار کنار. این سخن من نیست، توماس لیکوانا هم همین حرف میزنه تو کتاب که بهتون معرفی کردم. برو استقبالش. بچه کوچک دبستانی است، پسرم، چون به همه گله میکنم، میگم بچه من میاد کیفشو میندازه از مدرسه. الان کروناست، ولی خب انشالله برطرف میشه دیگه. الان خب انشالله برطرف میشه. کیفشو مینازه دم در، دستش به زیف شلوارش. من مادر میگم آه تو از صبح رفتی تمام خونه به هم زدی. بابا جان، تحقیقات نشون داده فیزیک بچه تو خونه هست، ولی روحش تو زنگ آخره. بله؟ چه کار کنی بیاد بچه این کار؟ برو جلو پسرم. دستشویی داری؟ کیفتو بده من. برو دستشویی. یه غذای خوشمزه پختیم با هم میخوریم. پسر نوجوان داری؟ اول به من بگو امتحان چی شد؟ لطفا نپرس. عزیزم، یه غذای خوشمزه پختیم، خونه است.
اصلا روحش هم میاد تو خونه. برای شوهرت هم همین کار کن، شما هم آقا برای خانمت همین کار کن. توجه دارید؟ برای اولین جاذبتون برای بچه ها قیافتونه، شاداب و بشاش باشید. ببینم لطفاً چند ثانیه چشاتون رو ببندید، به من بگید بهترین خاطره ای که از پدر و مادرتون دارین چیه؟ بابا عصبانیه؟ جیغ به نفش مادر یا نه؟ بابا شاده، بچه ها بریم. و من الا ماشاءالله کد دارم، خاطره دارم از عزیزانی که جاذبه های خونه، عرض کردم آسایش 101% به قول انگلیسی ها، آرامش زیر 1%. اشاره کردم غذا زحمت کن جون بگیرید، مرد شور فلانی رو ببرن، بهترین غذا، ولی آرامش نیست. چرا؟ من بچه هستم که آرامش از توی مادر که من قوی ترین منابع آرامش بخشی دنیا هستی میگم نداره. یعنی امکانات آرامش نمیاره اصلا. اینو آسایشه، آرامش چیزی است. دومین جاذبه ما در ارتباط بچه ها رفتار ماست. در جاذبه های رفتاری احترام به شخصیت انسانی. ببینید ما این حدیث رو داریم که پیامبر ما میفرمایند بچه ها 7 سال اول سید خونه هستن. سید خونه یعنی چی؟ بزرگ خونه دیگه. بزرگ خونه هستن، نه اینکه هر غلطی خواستن بکنند. ببخشید ها، بله؟ یعنی دارای شخصیت هستند. و بچه هایی که به سن بلوغ میرسند دارای یک شخصیت حقوقی هم پیدا میکنند، هم حقیقی هستن هم حقوقی. اشتباه میکنه، بیا اینجا پسرم، بیا اینجا دخترم، خودت خوبی، کارت اشتباه بود. یعنی با یک اشتباه فرزندم من حق ندارم شخصیت انسانی او را زیر سوال ببرم. اکرم و اولاد کن ورحمو صغار کن. همینه تو همینه که الان غربی ها میگن اکثرا ترجمه های غلط غلوط متون مذهبی ماست. اینو با افتخار عرض میکنم. ما خودمون میسنیم منابعی داریم که تازه استفاده نمیکنیم. برای احترام به شخصیت انسان. اشتباه هم میکنه، بله اشتباه، پسرم این کارت منو ناراحت کرد، فرصت کردی برام توضیح بدید. تنبه، تنبیه یعنی متنبه کردن، نه با کتک درمانی، نه با فوش درمانی، نه با آق درمانی، نه با نیشگون درمانی، نه با نیش درمانی. آقا یه نیش میزنید، درست نیش مثل چیه؟ مثل یک جرقه توی انبار مهمات که منفجر میکنه خونه رو. دومین جاذبه ما در ارتباط با فرزندانمون، چه کوچک باشن و چه بزرگ باشن، چیه؟ جاذبه های رفتاری ماست. سومین جاذبه ما در ارتباط با بچه ها جاذبه های کلامی ماست. خانم و آقا، تو رو خدا برای بچه هاتون انرژی های مثبت رو بفرستید. جاذبه های کلامی چیه؟ وربال کامونیکیشن. یعنی چی؟ یعنی اینی که اینقدر بهش تلقین منفی نکن. ما شانس نداریم، توی چی نمیشی، تو هم مثل عموتی، تو هم مثل داییتی، تو هم مثل عمتی، تو هم مثل ابدا. خیلی جالب بهتون بگم، اگه تو ماشی جلسه قبل اشاره کردم، این آقای استانلی هال متخصص مسائل سن نوجوانشناسی دنیا میگه پسر نوجوان مثل اسب وحشی میمونه. هر شب توی مادر پشتشو بخارون 3 تلقین مثبت داشته باشه. پسر با ایمان، پسر موفق و پسر پویای من. لطفا نگو با هوش. چرا؟ به خاطر اینکه هوش محبتی است که خداوند داده. اگه بچه ها قره بشن به هوش، تحقیقات نشون داده یه عامل افتشون اینه که بسا اعتماد به سقفشون رفته بالا. میگه آقا من چه میدونم باوشم، بذار چی کار داری، میشنه آخرش هم خراب میکنه. اگر دختر داری، بهترین شیوه های دختر پروری رو خود پیغمبر ما انجام داده. ابیها فداها یعنی چی؟ یعنی قربونت برم من، فدای تو بشم من. غیر از اینه مگر؟ بهترین درس های دختر پروری رو پیامبر دادن زمانی که این حرفو میذارن و این عمل رو انجام میدادن که دخترها رو زنده به گور میکردن. خیلی پیغمبر واقعا زحمت کشید. اصلا هیچ اگه هیچ کاری و هیچ علامتی از
الهی بودن این بزرگ مرد نداشته باشیم. همینی که تونسته نسل عرب سوسمارخا رو تبدیل بکنه به یک نسل متمدن، خیلی زحمت کشیده. واقعا ترجمه دارید به دخترت هم بگو دختر با ایمان، دختر موفق و دختر خوشگل من، خیلی دوست دارم، ابراز کن. شما باور میکنید بنده ای که شما دارین، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه مقدس بیت العباس ملاحظه میکنید، بارها شده دخترهای فرعی رو بردم رسوندم خونش، گفتم آخه دخترم تو به این زیبایی چرا گول این بچه فلان فلان شده رو خوردی؟ میگفت واقعیت این که من نمیدونستم اینقدر خوشگلم. این من گفته چقدر تو خوشگلی. آقا به دخترت بگو تو چقدر خوشگلی. اگر من بهش بگم ابیها فداها، بری بیرون یه کسی بهش بگه چقدر قشنگی، برو بابا اینقدر بابام به من گفته که حد نداره. دخترها هم مثل مادرشون سمعی هند، یعنی گوش چرونن. ما مردها بصری هستیم، چشم چرون، بله طبیعته، نقص نیست، فلزشون اینه. بنابراین با توجه به این ابراز کن تو جاذبه های کلامی. خیلی دوست دارم پسرم، مامان آقا مهدی، از این آقا مهدی 10 تو میخوام. حالا 10 تا رو سفارش ندید، بله هر چقدر خواستید سفارش بدید. مامان زهرا خانم، از این زهرا خانم 10 تو میخوام. احساس بودن بکنه، ابراز در جاذبه های کلامی، قوقا میکنه. چهارمین جاذبه ما در ارتباط با بچه ها هنر خوب شنیدنه. خواهش میکنم اینو توجه داشته باشید. چرا بچه های من با من حرف نمیزنن؟ چون فیلترهای ارتباطی دارید. فیلترهای ارتباطی چیه؟ طلبتون فقط کاربردی عرض میکنم. میخوای بچه هات باید حرف بزنه، لطفاً موقعی شروع میکنه به حرف زدن همه کاراتو بذار کنار، اینطوری جانم یک اولین کاری که میکنی متهمش نکن، تقصیر توست. 2 مچگیری نکن. 3 قضاوت نکن، بذار حرفشو بزنه. 4 حرفشو قطع نکن. 5 کلیشه‌ای باید صحبت نکن. آخه من مادرم، من دلم برات میسوزه، من بابام دلم برات میسوزه. میگم من میگم دل نمیسوزه، بله. 5 از موضع بالا حرف نزن، تحکمی حرف نزن. تو ساده ای، تو نمیفهمی، تو اصلا مثل فلانی هستی، ابدا. 6 مقایسش نکن. 7 سرزنشش نکن، تحقیرش نکن. یک کاری بکن در سن نوجوانی، مخصوصا سن نوجوانی تأکید دارم، یک کاری بکن که دخترت و پسرت بگه مامان، بابا، امی، ابی، عزیزم، نظر شما چیه؟ اون موقع اینو بگو، ببخشید نظر من مامان چی میخوای؟ بزن یه دوست از دیدگاه خودش نگاه کن، خیلی خیلی خوبه. به عنوان یه مشاور نظر من اینه. به عنوان پدر و یا مادر لطفاً از حق وتویی استفاده نکن. جناب آقای یاوری عزیز، باور بفرمایید در این مکان مقدس بدون اغراق عرض میکنم، یادم نمیره مادری به اتفاق پسرش اومده پیش من، ننشسته گفت آی دکتر 2 سال 6 چقدر میشه؟ گفتم ببخشید اینجا 6 فروشی نیست، اینجا مرکز مشاوره است. گفت نه چقدر؟ مادرش گفت بشین حرف نزن. چی شده؟ هر کار من میکنم مادرم میگه کار نکن، شیر سینمو برات حرام بکنم. ما میخوایم این 2 سال شیر پولشو بدیم از شرش راحت بشی. این مادر من همش میگه من دارم میمیرم، آه مردم، پدرم اونو کشته، اون یکی برادرم اون رفته، همش هم این لباس مشکی تنشه. اشتباه نشه ها، برای مصائب آقا امام حسین علیه السلام، اگر از زمان ظهور حضرت آدم تا ظهور فرزندشون حضرت حجت علیه السلام تمام ابناء بشر گریه بکنند، نتوانسته ایمه یمی از نم مصائبشون رو چیکار کنن؟ جبران کنن. ولی از ما نخواستن، گفتن آقا در شادی اهل بیت شاد باشید و در عزاشون عزادار. میگه این مادر من همش لباس مشکی و همش گریه. بنابراین خیلی مهمه که چیکار کنید؟ جاذبه، یعنی در واقع هنر خوب شنیدن.
اشاره کردم جاذبه ظاهریتون رو و لبخند صورتتون درست کنید. لباس تمیز مرتب، میگه هم از بس که مامان من این لباس پوشیده حالا ما به هم میخوره، از بس که بابای من با شورت و زیرپوش تو خونه حالا ما به هم میخوره. نکنید این کار. تکرار میکنم، من به شما عرض کردم ما صرفا هنرمون اینست که بچه‌مون مهندس، معلم، پزشک، رادیولوژ بشه. مهم اینه که بهش درس زندگی یاد بدیم، چگونه همسرداری، چگونه شوهرداری، فرزند آوری و و و چیزهای دیگه. پنجمین جا، ششمین جاذبه ما، درست میگم پنجم بود یا ششم؟ ششمین جاذبه ما در ارتباط با بچه‌ها که میتونه خیلی کمکشون بکنه و خیلی خیلی مهمه، جاذبه های مذهبی ما. جاذبه های مذهبی یعنی چی؟ ها؟ آقا خانم، غربی های واژه بسیار خوبی دارن. من این تو بعض وقت برای خارجی ها میگم، میگم religion let's talk less practice more، یعنی مذهب حرف نزن عمل کن. تو رفتار، تو رفتار خود عمل کن. بله؟ بچه نوجوان مست خوابه یه مرتبه نمازش قضا میشه. بله؟ خب بش. بله؟ صبح که بلند میشیم پسرم همین نماز رو بخون، خدا ارحم الراحمینه. ولی میدونی نماز قضا مثل چیه؟ مثل نون سنگک بیاتی، نمیشه خوردش. آقایون، خانم ها، پدران، مادران، متواضعانه من عرض میکنم الان هجمه های جهانی بر علیه جهان تشیع است که ما ها رو یه آدم های وحشی جلوه بدن، یه آدم های متجاوز، یه آدم های پرخاشگر. تو رو خدا این رو به بچه ها بگید که اسلام دین رحمته، اسلام دین رحمته. ببینید اونایی که تحصیل کرده هستن بهتر از من میدونن، ما برای تز فوق لیسانس دکترا به قول من برای پایان نامه به اصطلاح یه تز میدیم. درست. بله؟ تز چی داره؟ یه سینوپسیس داره یا ابستراکت داره، خلاصه داره. یعنی خلاصه این 560 صفحه تحقیق من اینه، من فقط یک کلمه رو میگم. تز اسلام چیه؟ قرآن. غیر از این که نیست. بیش از 6000 به اصطلاح آیه داره. تمام این قرآن خلاصه شده در سوره حمد. و خلاصه سوره حمد در چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که رحمان است برای عام و رحیم است برای خاص. شما بیارین یه دینی که این همچی حرف زده باشه. کل مذهب ما رحمان رحیم، اللهی رو ما میپرسنیم که این میپرسنیم که این دوتا ویژگی رو داشته باشه. من باهوات گیتار رو دیدم، نداره. بایبل ها رو دیدم، ندیدم. اناجیل رو ببخشید، بله. اوستا رو دیدم، نداره. بله. تلمود رو دارم، خوندم، نداره. بنابراین ما باید افتخار بکنیم، باید اینو بگیم ما اسلام دین رحمته. 23 سال پیغمبر رو اذیت کردن، از خونش ترک کردن، مکه فرار کرد، مهاجرت کرد، رفت مدینه، بعد از 13 سال برگشت. همه گفتن امروز روز انتقامه، برگشت، همه گفتن امروز روز انتقامه. پیامبر فهمدن خیر، امروز روز رحمت، یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه. توجه دارید؟ بنابراین با توجه به این نکته من میخوام اینو عرض کنم که جاذبه های مذهبی برای بچه ها باید طوری باشد که چی بشند؟ این بچه های ما بدانن دین رحمته، دین مغفرته، دین صلحه، دین دوستیه. اون هم از رفتار پدر مادرش کاملا بخشیدن. موقعی من پدر میبخشم من مسلمانم، موقعی توی مادر میبخشی تو مسلمانی. بله. و پنجمین آخرین جاذبه ای که ما در ارتباط با بچه ها داریم و خیلی خیلی مهمه، بدون تعارف خدمتتون عرض کنم، جیب و یا کیفمونه. جیب و کیفمونه. تو جیب و کیف ما باید چی باشه آقای یاوری؟ چند تو چیز باید باشه. یک، اولین چیزی که تو جیب ما باید باشه خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خودمونه. برای بچه ها بگید، آخه بچه هایی که کودکی ما رو ندیدن که. بله؟ فکر میکنن سخت باز شده خدا یه پدر مادر فرض بگیر 30-40 ساله بشده، نمیدونی که ما هم همین
اذیت‌ها رو کردیم. همین سیر رو کردیم. همین داری کردیم. بگید از نکات مثبت، از اون شیطنت‌های جزئی بگید، ولی اون کارهای خلافی که کردید رو نگید. غربی‌ها میگن کسی که هفت پشت خودشون نمی‌شناسه این هویت نداره. چقدر بچه‌ها ما رو می‌شناسن؟ هیچ. پدر یه کارخونه کار میکنه، صبح اول برج میره، آخر برج پولا رو میاره میده به مادر، مادر هم آشپزخونه رو تدارک میده. همین. این فایده نداره. باید بهش بگید پدر بزرگت کی بود. مادر چقدر بچه‌های ما ماها رو می‌شناسن؟ هیچی. و این ضعفه و این هویت بچه‌ها رو میگه در زمانی که دچار بحران هویت میشن تشدید میشه. تشدید میشه. دومین چیزی که تو جیب ما برای بچه‌ها باشه خاطرات دوران کودکی خودش براش بگن. علی جان میخوای بدونی چقدر دوست دارم؟ نگاه کن به فاطمه خانم. اگه فاطمه نبات من یه مرتبه میبوسمش، تو رو 10 مرتبه بوسیدم. یه شب برای تو تا صبح دعا کردم. بردمت حرم ملکوتی آقای امام‌رضا علیه السلام، گفتم آقای امام‌رضا یک افسر رشید اسلام میخوام، یه پسر به من بده، اسمش رو بذارم علی. بله؟ بهش بگید. راست میگی؟ لطفا خرج‌های عاطفی، خرج‌های روانی، خرج‌های معنوی که برای بچه کردین بزرگ کنید. نمیخواد برش قیافه بگیرید. ببین بعد کفش خریدم N1000 می‌خواستی نخری. مگه من گفتم بخری؟ وظیفت بود. نه می‌خواستی پوز بدی. این همه ماشین، این همه دوچرخه، این یک قرون نمی‌ارزه. اینا همه می‌کنن. اینا برای پوز دادنه. خرج‌های معنوی، خرج‌های روانی که برای بچه کردی، گریه‌های نیمه شبانی که کردی برای بچه بگید. و سومین چیزی که تو جیب ما برای بچه‌ها باید باشه، باید پر از معماها و لطائف اخلاقی باشه. شما فکر می‌کنید من تا فردا صبح برای بچه‌های شما معما دارم؟ تا فردا صبح، قبل از اذان صبح. بعضی از مخاطبین که الان حرفای منو میشنون باور کردن، چون برشون خیلی معما نقل کرده. درست میگم؟ بله. و چهارمین چیز خوردنی. با این کلیدهای رفتار موقع جاذبه های ما قوی بشه، بچه سراغ موبایل نمیره که. ولی موقع میاد باشه ساکت، حرف نزن، خستم، چی داریم بخوریم، تمام شد، ساکت ببینم اخبار چی میگه، ساکت ببینم این سریال چی میشه، برو تو اتاقت، حالم خوب نیست. خب این بچه نمیخواد بره معتاد بشه، معتاد به نت بشه، معتاد به موبایل بشه. خانواده یعنی این. حالا یه توفیق باشه ان شاء الله یه زمان راجع به خانواده مفصل عرض میکنم. فقط این 4-5 تا کلید رفتاری اساسا میتونه کمک کنه. و در ضمن پاسخ سوالی که از خانم‌هایی بود که به من گفت به اصطلاح دخترشون یک پسر 13 ساله 11 ساله داشت و یک اخیراً خدا به یه پسر داده، این پسر اقدام کرده که من میخوام فرار کنم، بهش توجه نمی‌کنم، نمی‌دونم عرض و خدمتتون عکس مادرش رو داده همه این طرف اون طرف‌ها و تهدید کرده که میخواد بره بیرون. خواهر بزرگوارم که این سوالو کردی، یک، پدر بچه و مادرش سعی کنه بر اعصابشون مسلط باشن. دو، این حسادت کودکانه است که به سراغ پسر 10-12 ساله شما اومده است. لطفاً یه تجدید نظر در ارتباط با بچه دومتون بکنین. یعنی چی؟ یعنی زیاد جلوی پسر اولت به پسر دوم کوچک خردسالت توجه نکن. اینقدر به اصطلاح ما بغلش نکن، قربون صدقش نرو. اگر من مادر میخوام شیرش بدم، پدر باید حواس او رو پرت کنه یا بهش بگه نگاه کن تو هم شیر میخوردی ها، منم یه زمان شیر میخوردم. یعنی حتی هم بایدش بگه اینطور فکر نکنه که فقط به فقط این بچه داره شیر میخوره. توجه دارید؟ لذا با توجه به این جا خالی دادن، جایگزین کردن، داستان درمانی، بازی درمانی و پارک درمانی میتواند مشکل بچه رو به حداقل برسونه. خیلی متشکرم. ممنون. تشکر میکنم. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی بیت العباس و عزیزانی که برنامه کافه پرسش رو برای تماشا انتخاب کردید. همینطور که قبل از خوندن دعای فرج
داشتن استاد گرانقدر میفرمودن جاذبه های کودکان، جاذبه که ما داشته باشیم برای کودکان، امیدوارم که شما استفاده کرده باشین. ما هم به واقع در طول این مبحث داشتیم استفاده میکنم، دوستان که در پخش شبکه جهانی بود عباس علیه السلام و از اینکه پشت تصویر هستن اون هم داشتن استفاده میکردن و خیلی هم راضی بودیم. انشالله که شما عزیزان هم راضی باشین. و چون که فرصتمون خیلی کمه، جناب دکتر امروز توان معنوی هم قرار شد برای ما بیان بکنن که انشالله الان توان معنوی رو برای ما قصدان هم بیان بکنن. بله، از صورت خدمتون که چون اون سوال رو پاسخ دادم، اگه شما اجازه بدین یه سوالی هم یک نوجوان عزیز موفق ایران از یکی از دانشگاه‌های به اصطلاح در یک ایران سوال کرده بودن، اونم پاسخ بدم. کاهش انگیزه تحصیلی بله. بود؟ ما اشاره کرده بودیم که منتال وومیتینگ یا بی انگیزگی تحصیلی. درست. بله. ببینید مشخصاتی که از این نوجوان و جوان برای ما برشمردند، در گروه سنی خودش پسر موفقیه، یکی از بهترین رشته ها رو در یکی از تاپ‌ترین دانشگاه های دنیا داره درس میکنه. بنابراین نمیشه گفت که ایشون دچار منتال وومیتینگ شده یا بی انگیزگی تحصیلی. خب اگر نشده چرا این حالتو داره؟ به خاطر چند تا علته. یک، سنه. ما اگه یادتون باشه اشاره کردم در فرایند رشد سن نوجوانی سن آپندانه، فراز و نشیب داره، فراز و نشیبش زیاد زیاده، ولذا بعضی اوقات این حالت ایجاد میشه. اگر این پسر عزیز ما اختلال در خوردن داره، یعنی کم اشتهایی است یا خیلی خیلی پر اشتهاست، دو، کم خوابی، و سه، عدم تعامل انسانی با دیگران در برقراری ارتباط با دیگران ناتوان است، اون موقع میشه رفت پیش کارشناس تا کمک کنه به ایشون که این مهارت ها رو یاد بگیره. تا جایی که من میدونم و عمل کرده ایشون رو که در پیامکی که برامون داده بودن من نگاه کردم، پسر موفق است و چیز خاصی نمیتونیم بهش بگیم ایشون دچار بی انگیزگی شده. حالا اگه نمیشه گفت که اطرافیانش این بی انگیزگی داره، به اون هم سر چاله، همه چیز امکان داره، عوامل مختلفی دخیله. ولذا من اینو در نسبت به عمل کردش که ببینم، به نظر من پسر دچار این بی انگیزگی نیست. حالا اگه خواستیم انگیزه رو قوی کنیم، پیشنهاد من اینه که حتما تشریف ببرن یه مرکز مشاوره‌ای که صلاح دید پدر و مادرشون هستن تا از نزدیک بهشون بگن و این مسئله بهتر. تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم. و اما ببینید بحث توان چی؟ معنوی. یعنی چی؟ یعنی اینی که همونطور که قبلا عرض کردم، در متون شیعی ما داریم آقا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید و اعنی علی برهم و تربیتهم و تأدیبهم، یعنی خدایا در امر تربیت بچه‌ها به من کمک کن. موقع امام سجاد این حرف می‌زنه، من و شما در عصر غیبت و این حجمه‌ها باید چیکار کنیم؟ دومین نکته‌ای که باز خیلی مهمه، ببینید پیغمبر خدا خیلی خیلی زحمت کشید، خیلی زحمت کشید و خودشون می فرماید که هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن و ما اذیت نبی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. میگن سوره هود نازل شد، آیه فستقم کما امرت نازل شد، پیامبر فرمودن کمرم شکست، خدا بهش گفت فعضا فرخته فنصب و الی ربک فارغب، یعنی باید خودتو به اصطلاح ما مشارج کنید، بلند شو نصف شب با خدا راز و نیاز کن و از خدا کمک بخواه. خیلی این مهمه. ببینید بعضی کارا دست ما نیست، اصلا دست ما نیست. یکی از اون کارهایی که دست ما نیست کار هدایته. خداوند سبحان به بهترین مخلوق هستی بشر که بهتر از پیغمبر نداریم، که محبوب ترین مخلوقات حضرت ختمی مرتبت، بله، با این حال خدا بهش میفرماید که انک لا تهدی من احببت، اینطوری است که تو هر کس رو بخوای هدایت کنی، بله، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا، هدایت دست خداست. بله اگر ما میرویم سراغ امام حسین، اگر میرویم سراغ ائمه، چون خدا به ما گفته برید از این طریق وابتغوا الیه بالوسیله، بله،
بنابراین توجه داشته باشید، این خیلی خوبه. از طرف دیگه مثال میذارم، ما یه پیغمبری داشتیم اسمش رو گفتن عبدالعالی، گفتن عبدالعلی هم گفتن، هر دوتاش گفتند. هیچ کس این پیغمبر عظیم الشان رو به خدماتی که طبق نص قرآن 950 سال بعد یا قبل از طوفان خدمت کرد نمیشناسه. به چی میشناسن؟ به پسر بعدش میشناسن. اینقدر این پیغمبر گریه کرد که بهش گفتن نوح. نوح یعنی کسی که اشکش جاریه. بله؟ اشکش جاریه. طوفان شد، پسرم بیا، گفت نه من میرم بالای فلانجا. آب اومد غرقش کرد. پیغمبر اعتراض کرد، خدا مگه تو نگفتی من و اهل تو رو نجات میدم؟ خدا فرمودند به اصطلاح ما فارسی زبان، ساکت، هیچ نگو، فارسی سکوت. چرا؟ انه لیس من اهلک، بچه صلبی من این اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح. خیلی حرفه. بنابراین هدایت دست خداست. یه آقایی داریم که جان عالمیان فدای خاک پای غلامش باد، امام هادی علیه السلام. بله؟ یه پسرش میشه امام حسن عسکری، روحی و ارواح العالمین له الفدای. یکیش هم میشه جعفر تواب. خب یعنی این امام معصوم نمیتونست یه فوت بکنه بچه‌ش هدایت بشه؟ بله؟ بنابراین یه چیزایی هست دست ماها نیست، دست خود خداست و اون هدایته. برای همینه که من اعتقادم این است که در توان معنوی ما باید دو تا کار انجام بدیم. یک، اول استعانت و استمداد از خداوند، همون کاری که پیغمبر میکرد. غیر از اینه فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. خدایا در امر تربیت بچه به من کمک کن. آقای امام سجاد اینو میفرمند و و و و بنابراین من به عنوان پدر و مادر و شما به عنوان مادر وظیفه داریم که هر چه ارتباط قوی و استمداد از خداوند بطلبیم در این امر تربیت، بچه‌هامون موفق ترند. خدای کمکم کن. نمیتونم، تعارف که نداریم که. درسته فرض بگی بنده نوعی فیزیک اتمی خوندم، فرض بگیرید، ولی خب تو بچه داری اولین باره. درسته من فلان رشته رو دارم، ولی تو بچه داری اوله. نمیدانم، خودت کمکم کن. خدا نمیتونم. اشکهای پدر، اشکهای پدر، استمداد. این سیره بزرگان ما بوده، سیره ائمه ما بودن که الگوهای رفتاری ما هستند. دو، برای خود بچه هم دعا کنید. خیلی خیلی مهمه. آقایون میگن اولین کسی که اولین داره طلم عارف جهان تشیع رو نوشت، میگن نقل میکنن پدر بزرگوار ایشون داشت نماز شب میخوند، اونجایی که با 40 مؤمن رو دعا بکنه، این بچه تو گهواره بود شروع کرد گریه کردن. اون بزرگوار فرمودن خدایا فرزند مرا از مروجین علوم اهل البیت قرار بده. یه دعای خالصانه پدر در دل نیمه شب یه علامه مجلسی رو برامون تولید میکنه که رضوان خدا بر او باد، که اولین دایره المعارف جهان تشیع رو نوشته. دعای پدر، دعای مادر که اصلا الحمدلله اصلا دیگه میگن تو زمانی که مادر هست اگه بهش داریم واقعا بدبختی. بله، اون سرجاش محفوظ. بنابراین من میخوام اینو بگم، دو، برای بچه ها کمک کنیم. من هرگز یادم نمیره یک فرد مذهبی اومد بود پیش من، خانمش میگفت هر موقع این پسر من اشتباه میکنه میره تو حرم امام رضا، خونش رو هم مشهد بود، میگه نفرین میکنه. آقا حق نداری تو نفرین کنی، به جای اون دعاش کن، به جای اون ببخشش، رد شو. اینطور نیست که دم و ساعت مقابله بمز کنید. بنابراین خیلی خیلی مهمه. من اعتقادم اینه که دعا کنیم که بچه هامون 3 میم داشته باشن. یادتون میاد 3 میم اولین جلسه گفتم چی بود؟ متدین تو هر دینی که هستند. دوم، متعهد به ارزش‌های اخلاقی. متخصص. و متخصص تو بهترین رشته ها. چرا؟ چون لشکر امام زمان علیه السلام برای صلح کلی جهان نیاز
به انسانهای نمونه داره. مگه ما نخوندیم تو سبک زندگی که امام صادق علیه السلام میفرمایند کونو لنا زینا؟ بخوای بگی شیعه هستی؟ ها؟ میانه کن؟ این شیعه است. اگه اینو من نخواستم، نه این شیعه ای امیرالمومنینه. به واقع که اسلام به خودی خود عیبی نداره اگه پس مسلمانی هست. بنابراین خیلی خیلی مهمه که چیکار کنیم؟ بخوایم همیشه دور رو نگاه کنیم. خدایا فرزند من از مروجین علوم اهل بیت باشه. خدای بچه من از متعهدینی باشه که انشاءالله چشم انتظار امام زمان باشه. بله؟ و متخصصی باشد که جهان به او افتخار بکنه. بگن این شیعه امیرالمومنین، این شیعه امام زمانه. برای در توان معنوی هرچه ما سرمایه های معنوی خودمون رو تقویت بکنیم، هرچه بتونیم اینها رو درست بکنیم، خیلی خیلی از این مسائل ما حل می شود. و خلاصه صحبت من این بود، مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم می رسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم می رسد. یه آیه رو تو قرآن من به اصطلاح بعضی وقت ببخشید خیلی قلقلکم میده، به اصطلاح خیلی مد نظرمه، و اون چیه؟ و اما به نعمت ربک فحدث. یعنی موقعی نعمتی به تو میاد از این نعمت بازگو کن. ببینید من یکی دو تا نکته رو فقط میگم و بحثم رو جمع میکنم. شبای دیگه چند دقیقه دیرتر بوده، امشب چند دقیقه زودتر تمام میشه، نگران نباشید. و اون یکی از نعمت هایی که خداوند به ما داده، نعمت وجود امام زمان علیه السلام هست. شک بالاترین نعمت ها، بالاترین نعمت ها وجود ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و الان امام حی حاضر هست. ببخشید اینو قلوف نمی کنم، اینا یه خاندان کرمند. و اما سائل فلا تنهر برای کیه؟ یعنی پیغمبر ما لارجترین پیغمبر ها بوده. وقت نماز شد، یا رسول الله بیا نماز. نمیتونم بیا. چرا؟ چون یه لباس داشتم، یک سائل از من خواست نماز رو بهش دادم. یعنی هیچ موقع سائل رو ترد نکردن. راوی میگه در حرم ملکوتی، در خانه جوار خانه خدا نشسته بودیم، گفتیم بریم امام صادق رو به اصطلاح ما دور بزنیم. آقا استیوان کمک کن، رفتیم حضرت دادن، باز رفتیم دور زدیم، آقا کمک کن، باز دادیم دو سه مرتبه دادن. یکی از صحابی عرض کرد یا رسول الله، یا ابن رسول الله، این آقا چند مرتبه اومده؟ گفت میدونم، ولی شیوه ما رد نکردنه. توجه داری؟ من میخوام اینو بهتون بگم، بهترین نعمتی که خداوند به ما داده از الان و ما قدرش رو نمیدونیم، نعمت وجود ولایت امام زمان علیه السلام است. این آقا فرزند کسی است که حیف هم میرونم بهتون نگم، از مدینه آقا امام رضا اومدن به سمت طوس، مشهد فعلی. راوی میگه از اهواز رد شدی. اون موقع مثلا نبود که با هواپیما و اتوبوس و ترین و اینا بیان. یه مردی نیم که حضرت میذارن به کجاوه دار، که هم زد نگه دار نگه دار، حضرت پیاده شد دوان دوان رفت. ما گفتیم چی شده؟ اینجا اهواز مدینه نگاه دور یه سیاهی میامد. حضرت دوان دوان به سمت این سیاهی رفتند، ما هم رفتیم. یکی نفر مرده دارن تشییع جنازه میکنن، حضرت هم رفت تشییع. تمام شد، برگشتن و بعد عرض شد خدمتون که حضرت حالشون جا آمد، عرض کردن که یبن رسول الله طرف رو میشناختن؟ گفت مگه میشه ما شیعان خودمون نشناسیم؟ مگه میشه ما شیعان خودمون نشناسیم؟ و اما به نعمت ربک فحدث، برای چی دارم میگم؟ که ما یه ائمه مثل این آقاها داریم که نمونه ندارند. لارج، بخشنده، رؤوف. من برای آقای امام رضا یه مقاله هم نوشتم، The Real King of Iran، یعنی پادشاه واقعی دلهای ایرانی ها امام رضا علیه السلام صلوات الله و سلام الله علیه هست.
خب این ائمه رو در نظر بگیرید و امام زمان فعلی رو، ما همچین کسایی داریم به بچه‌هامون منتقل کنیم. و مهمترین به اصطلاح نکته‌ای که میخوام عرض کنم خدمتتون، یا آیه دیگه هم هست، فاستبقوا الخیرات، یعنی در امر خیرات پیش قدم باشید. از دیگه هر چی میتونید. قدیما حالا شما یادتون نمیاد، من هم دیدم، یادم میاد یه آشکی میخواستن درست کنن، بله دوست. یکی نخودشو میداد، یکی عدسشو میداد، یکی سبزیشو، همه با هم همکاری میکردن. ببخشید چریتی کامیتی میدونین چیه؟ چریتی کامیتی یا چریتی فاندیشن مسیحی ها، یعنی مؤسسه خیریه. اون هم دارند همین، بعضی از این ملعونینشون نظوراتی میکنن که من شما نمیکنیم. صاف بهتون بگم، بله الحمدلله بهترین وجه شما داریم. فاستبقوا الخیرات رو کنار این آیه قرآن بذارید، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چی که در راه خدا بدهید چی میشه؟ این پسنداز میشه، هر چی که داریم از بین رفته نیست. فقط تنها چیزایی که میمونه چیه؟ اونهاییست که در راه خدا باید بدیم. ببینید چنین مؤسسات خیریه‌ای در همه جای دنیا هست. من بین هندوهاش دیدم، بین بودایی‌ها دیدم، بین جین دیدم، بله سیک‌ها الا ماشاءالله. زمانی که رفته بودم مکه سیک‌ها رو، آرمیتسر، گلدن تمپل رو به اتفاق همسرم و یکی از بچه‌هام برای بازدید، واقعاً اونجا هم دست کمی از خیرات ما ندارند. یعنی همه جای دنیا این حس نو دوستی، بشر دوستی در ترویج فرهنگ خیر وجود داره. بهترین نحوش و بهترین پاداشش هم ما داریم. لذا توجه داشته باشین این پیغمبر خدایی که ما این همه به اصطلاح افتخار میکنیم که نام ما مسلمانه و پیرو پیغمبری هستیم که خداوند فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میفرماید رمز موفقیت من اگر خزینه بس و خزانه و یا پولهای حضرت خدیجه نبود ما موفق نمیشدیم. یعنی چی؟ یعنی اینا وسایل برای آزمایش من شماست. بله ترجمه دارید آدم های پولدار تو این دنیا برای چگونه آزمایش میکنن؟ تو پول داری خرج کن، خرج نکن، به نظر من پسنداز کن. بهترین پسنداز چیه؟ فاستبقوا الخیرات، در امور خیریه. و تا میتوانید به نظر من برای اون دنیا بفرستید که خیلی خیلی مهمه. اگر پول حضرت خدیجه نبود شاید حضرت ختم مرتبت مثل امروز اینقدر موفق نبودند. ولذا خیلی خیلی مهمه از الان به فکر این باشیم که با رشد بچه ها رشد ما متوقف نمی شود. ما هم هر آنی از آنات در حالت رشد هستیم. یکی از چیزهای رشد روانی و معنوی که ما داریم چیه؟ شرکت در فعالیت های خیر و خیرات مبرات، و بهترین وجهش دست تو جیب کردنه. خدا رحمت کنه، یه استادی ما داشتیم جناب مهندس، خیلی رضوان خدا بر او باد، واقعا رضوان خدا بر او باد، میگفت یکی از دوستان من یه روز به من زنگ زد که آقا سری بیا خونه ما. چی شد این وقت؟ ما رفتیم، گفت ببینم من به تو حق دارم؟ گفت بله، هر چی من بگم اطاعت میکنه. گفتم بله، هر چی میگم. گفت بگو لطفا اون طلا ببینه اونجا بردار منو ببند. آقا این کارا چیه؟ نه به دستور میدن، دستور ولایی میدن. بگو آقا ما اینو بستیم به این صندلی. گفت برو دست بکن تو جیب من، کلید گاف صندوقو بردار، درشو باز کن، پولایی که بهت میگم بردار و سری برو بیرون. یعنی چی؟ یعنی واقعا سخته. تو اکثر آیات قرآن میگن چی؟ وجاهد به اموالهم و انفسهم جهاد. خیلی حرف آدم از پولش بگذره. بله؟ بعضی وقت چنین مؤسساتی نیاز به یک سری تبرعات داره. واقعا عرض میکنم ما باید افتخار بکنیم که خداوند به ما توفیق داده در این جمع خیر هم ما نخود این آش باشیم. و آخرین عرض من،
همین فرمایش آقا امیرالمومنین علیه السلام هست که در مطلع صحبتم گفتم الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدای این باعث عزت من، این کفایت میکنه برای من که چی؟ اکون لک عبدا، که بنده تو هستم. بندگیم نماز چی کشه؟ روزه کشه؟ جهاد مال، جهاد همه اینام هست. و کفا بی فخرن، این باعث افتخار من کفایت میکنه که چی؟ و کفا بی فخرن ان تکون علی ربک، رباک شما پروردگار من هستید. انت کما احب، اون چیزی که من دوست دارم قرار بده اون چیزی که خودت دوست داری. مهربانی را اگر قسمت کنیم من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق دستهایش تا خدا هم میرسد. من امروز حال خوبی نداشتم ولی با این حال چون نام مقدس حضرت عباس ابن علی صلوات الله و سلام الله علیه بود آمدم شرکت بکنم. امیدوارم که خداوند به حق حضرت ولی عصر این روزها که قلبشون در سوگ حضرت ام البنین محزون هستن قلب مقدس رو با مژده رفع موانع ظهور شاد بگرداند. قلب پیغمبر ما، قلب حضرت خدیجه رو، قلب حضرت زهرا و همه انبیا و اولیا رو با رفع موانع ظهور، با مژده رفع موانع ظهور شاد بگرداند. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر، اللهم اکشف هذه القمه عن هذه الامه به حضوره و عجل لنا ظهوره. خدایا اسامی همه ما رو جز دعا کنندگان برای ظهور عزت بره ثبت بگردان و ماها رو مشمول دعاهای خیر امام زمان قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. تشکر میکنم از شما، از شما بینندگان و همراهان گرامی هم تشکر میکنم و این مژده رو به شما بدم که انشالله در صورت فراهم شدن شرایط انشالله هفته آینده هم میزبان جناب آقای دکتر قویدل هستیم و با موضوعی تازه انشالله پیگیر باشید و به دوستان خودتون هم این برنامه رو معرفی بکنید. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.